سکوت مرگبار ملاهای پنشیری در برابر گفته های یک ملای قندهاری. به نام خداوند بخشاینده و با عرض سلام، باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال خوش آمدید. تقاضا می نمایم تا تمامی ویدیوهای خبری این کانال را تعقیب نموده و از تازه ترین و جدیدترین خبرهای روزانه ما با خبر شوید. از رخنامه دکتر حنانی، سکوت مرگبار ملاهای پنشیری در برابر گفته های یک ملای قندهاری. دیروز سخنان یک ملا را شنیدم که می گفتند ولی یک قندهار است. وی می گفت در 40 سال مردم پنشیر گپ علما را نشنیده اند و حالا که امارت اسلامی حاکم شده باید برایشان گپ دین گفته شود. بنابر قول این ملا والی صاحب، در 40 و چند سال گذشته در پنشیر که 25 سال پایگاه مرکزی جهاد مقاومت بوده و در هر دو دوره علما نقش تعیین کننده را داشتند، هیچ عالم دین وجود نداشته است که به پنشیریان دین را آموزش دهند و حالا باید ملاهای قندهاری خوستی و هلمندی با سر و صورت عجیب و غریب و زبان ناآشنا بیایند و به مردم پنشیر اسلام را یاد بدهند. اما این ملاها طالبان پنشیری که دیروز در هر کار مداخله می کردند، های های برپا می نمودند و بر هر کسی انتقاد می کردند. چرا در برابر این اجحاف آشکار در حق مردم و علمای پنشیر خاموش نشسته و در برابر کتمان حقیقت مهر بر زبان نهادند و نمی گویند که ملا صاحب قندهاری، تو و پدرت هنوز به دنیا نامده بودید که در پنشیر چندین مدرسه دینی وجود داشت که از سراسر افغانستان به شمول قندهار طلاب علم به آنجا می آمدند و از علما متبحر پنشیری که اکثرشان دیوبند بودند علم و دین می آموختند. از جمله مدرسه قابزان که در آن علمای بزرگ مانند مولوی پاینده محمد معروف به عبدالحی سونی برجمن، مولوی عبدالمنان تگوبی، مولوی عبدالواحد دره، مولوی عبدالوهاب پیاوشت، مولوی عبدالرحیم تنبره، مولوی عبدالکبیر خارو، مولوی محمد لقا و مولوی محمد هاشم متا، مولوی محمد قسیم شیخان، مولوی محمد وزیر بخشی، مولوی فضل کریم درخیل، مولوی محمد غازی بادقل، مولوی محمد یعقوب پیاوشت، مولوی عبدالجلیل شست، مولوی گلعالم تنبنه و ده ها عالم دیگر تدریس می کردند. در دوران جهاد هم در پنشیر علمای بزرگ و مجاهد حضور داشتند که هر کدام آنها می توانستند چند سال دیگر به شما درس بدهند. از جمله مولوی سهراب فضل کریم، مولوی محمد وزیر، مولوی مظهر الدین، مولوی گلعالم، مولوی محمد موسا، مولوی جمال الدین، مولوی نادرخان، مولوی عبدالقدیر، مولوی مرزامیر، مولوی عبدالحفیظ، مولوی نوراحمد، مولوی عزیز الله، مولوی محمد رفی، مولوی الیاس، مولوی عبدالظاهر، مولوی فضل وحاب، مولوی عبداللطیف، مولوی عبدالفتاح، مولوی مهراج الدین، مولوی عبدالله جان، مولوی عبید الله، مولوی جیلان، مولوی غلام نبی، مولوی گل محمد، مولوی فقیر احمد، مولوی عبدالمتین، مولوی صاحب داد، مولوی راز محمد، مولوی محمد طالب و غیره و ده ها عالم دیگر. از این جمله مولوی محمد لقا، مولوی محمد هاشم، مولوی سهراب، مولوی عبدالظاهر، مولوی جمال الدین و مولوی محمد رفی در جنگ با روسها و دو برادر مولوی نادرخان و مولوی عبدالقدیر، مولوی مرزا میر و مولوی عبدالحفیظ توسط رژیم کمونیست ترکی به شهادت رسیدند. ملا صاحبان پنشیری اگر ملای قندهاری پنشیر و علمای آن را نمی شناسد، شما خو از همین دره و ولایت هستید. چرا دهن خود را از گفتن حقیقت بسته اید و چرا تن به ذلت داده و از افتخارات تاریخی خود در برابر قدرت چند روزه می گذارید؟ آیا در زمان مقاومت مدرسه و دارالحفاظ شست تحت نظر مولوی محمود موسا فعال نبود که شما در آنجا درس خواندید و مدرسه همه ساله مولوی و حافظ قرآن فارغ می داد؟ این برایت مایه ننگ است که اجازه می دهید تا دیگران در حق مردم، علما و وطنتان توهین و دهنکجی کنند و بر آنها ظلم و جفا روا دارند و شما خاموش بمانید. از رخنامه دکتر حنانی. از همراهیتان جهان سپاس، وقتتان خوش، الله نگهدارتان.